به جلسه سوم رقص آذری در خانه. بریم شروع کنیم. خب، حرکت همین توی ویدیو، یعنی اول ویدیو دیدید، قرار همین حرکت رو بهتون درست دادم امروز. این حرکت اول براتون میزنم با شمارش که ببینیم شمارش چجوریه. اول پاس میزنیم، میریم یک، دو، سه، چهار، پنج. یک، دو، سه، چهار، پنج. خب این حرکت رو چجوری میزنیم؟ پای راست اوریب میره و پای چپ هم اوریب میره، یعنی میخواییم مخالفش رو بزنیم، مخالف رو سمتی که داریم میریم. اول پای راست شروع میکنیم، پای راست رو میذاری زمین و یه پرش کوچولو روش دارید و از اون پشت پای چپ رو میچسبونید به پشت و ساق پای اینجا روی پای هم میکشید. بعد این میشه شمارش یکه. شمارش دو میخواییم برگردیم رو پای پشتی، یعنی پای که پشت هست میخواییم بذارید زمین و برگردیم روش، بعد میتونه بذارید رو. وقتی این کار رو میکنید پای راستتون در اون روی هواه باید صاف کشیده باشه و پنجهاتون هم بکشید. یه بار دیگه این حرکت رو ببینیم. میریم یک، دو، یه بار دیگه یک پرش، دو پرش برقب و بعد پار میذارید کنار. خب یه بار دیگه بریم، پرش جلو، دو پرش عقب، سه، چهار، پنج، پنج شماره و بعد جهت مخالفش دوباره همینجور پای چپ رو میزنیم جلو، پرش جلو، پرش عقب، سه، چهار، پنج. نکات اصلی چیه بچه ها؟ حتما روی پاهاتون رو بکشید و همینطور اینکه زانواتون وقت مثلا این پا میاد جلو صاف باشه. و خیلی مهم اینه که شمارش رو حتما بگید. یه بار با من بگید یک، دو، سه، چهار، پنج. 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 حالا اگه دقت بکنید بچه‌ها، وقتی که میگم شمارش یک و دو، اون حرکات روی پاشنه پای در واقع، یعنی پا صافه. ولی وقتی سه، چهار، پنج رو میریم، سه، چهار، پنج، یعنی یا که شما پس میزنیم یک، دو، سه، چهار، یک، دو، سه، چهار، اون همون یک دو سه چهار پنج رو میگه. یه بار دیگه از آقا بریم، از پای راست شروع میکنیم، پرش به جلو. بعد دست یه نقطه دیگه بگم، این پایی که عقبه حتما باید بیرون باشه، یعنی اگر بخوام از پشت بهتون نشون بدم، وقتی من این حرکت رو میزنم اون پای پشتم چسبیده و زانون بیرونه. این حرکت زانون میخوام بریم بیرون. میر یک، دو، سه، چهار، پنج. یک، دو، سه، چهار، پنج. حالا دست این حرکت برای خانم و آقایون فرق میکنه، ولی چیزی که خوبه برای الان فعلا تمرین بکنید باش اینه که دستا رو صاف نگه دارید. وقتی پا رو میخواییم بذاریم جلو، اون دستی که به سمتش دارید میرید میاد داخل. یک، من آقایون، دو، باز میشه، سه، چهار، پنج. یک، دو، سه، چهار، پنج. یک، دو، سه، چهار، پنج. یک، دو، سه، چهار، پنج. خب چیزی که مهمه حالا واسه خانما، انگشتاتون رو نگه دارید، دست رو باز کنید، میرید یک، دو، سه، چهار، پنج. 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 بچه خیلی مهمه که حتما اینا رو تمرین بکنید و بعد من حالا نکات ریز و فوتوفن کوزگری رو تو جلسه های بعدی بهتون یاد میدم. مثلا چیه؟ مثلا من اینجا اونجا موش خودم رو میترف کنم، مثلا اینا رو میزنم و بعدی بهتون یاد میدم. حرکت دوم هم ببینیم با یا پیشنهاد چجوری را بریم. نکات اصلی شما خواهم بهتون بگم بچه، چون یا پیشنهاد فرالان اگه خدا رو شاده تمرین کردیم. یک، دو، سه، چهار. یک، دو، سه، چهار، درسته؟ خب وقتی میخوایم را بریم میخوایم چیکار کنیم؟ میخوایم قدم های مورچه ای برداریم، بریم یک، دو، سه، چهار. یک، دو، سه، چهار. از کنار هم بهتون نشون بدم. یک، دو، سه، چهار. نشون بدم. یک، دو، سه، چهار. یک، دو، سه، چهار. خیلی مهمه حتما بشمارید و همین که قدماتون رو حواستون باشه کنار هم برداریم. چرا؟ خیلی از خانم ها
من آقای بود تمرین نمی کنن بعد میان سر کلاس اینجوری نشون میدن 1 2 3 4 یعنی این پاشو گیر میکنه پشت پا بعد شما شاید چهار تا شمارشو بزنید یعنی حرکت هم میکنه درست نزنید چی جوری اگه برید 1 2 3 4 1 2 3 4 سایم خیلی مهمی که حواستون تو باشید کنار هم بذارید پاکنید 1 2 3 4 1 2 3 4 یعنی حتما قدم ها رو به جلو برداشت